السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. میخواستم با روسی در همین موضوعی که شما گذاشتین، موضوعی اصلا بگه خیلی موضوعی مهم است. موضوعی که شما گذاشتین یعنی دیدی شما یا که نظری شما نسبت برنامه های حکومت رحمانوف در آینده، یعنی که در سال پیش می اومدگی اینه که ما فعلا قرار داریم. امروز اگر نگاه کنیم تمام مشکلات هایی که امروز مردم ما دارن، از مهاجرت تا مشکلات های اجتماعی اقتصادی و کامنیکاسیونی، تمام چیز میاد با در سر همون نقطه ای که بازم به مسئولیت ما حکومت برمیگردد، که متاسفانه و حکومتی که ما حکومت اصلا اصطلاح حکومت ما استفاده میبریم برای او، اصلا دیگر همین اصطلاح برای حکومت دیگر مناسب نیست ما حکومت بگیم، یا اینکه حکومتی فرسوده یا حکومتی فساد زده یا حکومتی دیگر. عموماً حکومت به همچون یک حکومتی که حتی اصطلاح برای حکومت دیگر مناسب نیست. راستی دهی که در آینده شما چی توقع دارید؟ من میخوام همین چیزا را در سه نقطه خلاصه کنم. بازم برادر ها اگر داخل صحبت شوند انشاءالله باز امید است که با صحبت میکنیم. نقطه که من گذاشتم مثلا مشکلات، این نقطه این است که من از ذهن گذاشتم، عموماً یعنی مشکلات های اساسی ها که عمود این نقطه های اساسی که در هر یک حکومت باید او را اهتمام داشته باشد و امید است که مشکلات های تاجیکستان هم از بین میره، در این نقطه ها خلاصه می شوند. نقطه اول چیزی که پیشتر 9 سپتامبر ما هر سال استقلال یا که استقلالات جمهوری تاجیکستان پیشواز میگیریم، جشن میگیریم، از کلمه استقلالیت، یعنی که عموماً استقلالیت اگر ربطیم به چیزی که به نقطه هایی که من میخوام ذکرم، استقلالیت انرژتیکی، استقلالیت کامونیکاسیونی و استقلالیت اقتصادی، در این نقطه ها اصلا دیگر چیزهایی هم هستن، فقط من میخوام در این نقطه ها تمرکز بکنیم که برای چی اینا خیلی مهم هستن. استقلالیت انرژتیکی ما از سالهای خیلی سابق، مثلا اگر دور شوروی را بگیریم که پیش از سال 92 طرف یا که عموماً پیش از سال 90 تاجیکستان در نظامی که اتحاد شوروی میچرخید مشکلات نداشت، خصوصا سال از سال 85 تا این طرف مشکلات انرژتیکی وجود نداشت، برای که نظام شوروی یک نظامی را به وجود آورده بود که یعنی مشکلات های بین کشورها با همدیگر ارتباط داشتن و حل میشیدن. مثلا ما در زمستان برق از ازبکستان میگرفتیم و در تابستان برای اونا میدادیم و همین خیلی نظامی بود که دیگر مشکلات های عمده همون کشورهای اتحاد شوروی اینو حل میشیدن. و متاسفانه اینا چند سال است از قصه هایی که همه شما خبر داریم از مشکلات دیگر صحنی ها و دیگر تا امروز نارک دیگر تا امروز متاسفانه ما از مشکلات انرژتیکی، یعنی استقلالیت انرژتیکی به وجود به دست مون نآوردیم. و در اینجا دیگر گپ ها زیاد هستن، باز اگر کسی که میخواد در این انشاءالله صحبت میکنه در موضوع اینا که چقدر پروژه های اینا دارن، ناکام پروژه های دارن، که یکی از اونا پروژه کسه هزار است که بین کشورهای افغانستان و پاکستان و تاجیکستان و قرقیزستان، 4 کشور در این برنامه بود که بانک جهانی و بعد شرکت GIZ آلمان اینا بسیار سرمایه گذاری کردن، متاسفانه این به مقصد نرسید تا این دم و دیگر بعضی کشورها از این برآمده شدن. این موضوع است. دیگر موضوع استقلالیت کامونیکاسیونی است که ما بغیر از یک تونل، یک شاهراه طرف شمال تاجیکستان بر مرکز پیوست میکند، یعنی تونل چناق، دیگر چیزی نداریم. دیگر او برنامه هایی که باید ما بحری گرم، یعنی به بحری هند میبرامدیم از طریق پاکستان و افغانستان، دیگر اینا همش اینا از بین رفتگی بدن، متاسفانه تا بال اینا به مقصد چون هستن. دیگر استقلالیت اقتصادی که ما امروز در یک بحران دوچار شدگی هستیم، کشتی شکستگانیم، دیگر تا کجا میرویم هیچ نامعلوم. بله برنامه ای که گفتم که اما بنبست اقتصادی که امروز من قیاس کردم
حکومت امروز حالتی حتی ملت ها بگیم به عموم در شکل عموم امروز ملت ما در یک کشتی شکسته است که اصلا حتی کشتیبان هم دارد که او را به کجا میبرد، چون که ما کشتیبان امروز تمام مردم به عقل به فراست چون به دیده به هر نگاهش در کردن که در حقیقتا همون کشتی ما نه، حکومت ما به یک کشتی شکسته است که امروز همون کشتیبان ندارد و کشتیبان ما در کردن که اصلا قابلیت راندن کشتی را ندارد و مردم را به کجا میبرد که اون نامعلوم. اگر ما مثال بگیریم، اگر در همین شخصیتی مثال رئیس حکومت که مسئولیت تمامی ملت امروز با قسم و با چیزاش مطابق کنسیسا به دوش اون است، اگر از نگاه بگیریم تحکورسی همین انسان که اگر بگیریم حتی عقیده‌ای اگر بگیم که در دور شوروی کلان شده است، عقیده کمونیستی تازه می داشت، اگر برنامه های همون ستالینه که بعد جنگ دوم جهان که چی برنامه ها داشت و حکومت شوروی را بعد جنگ دوم جهان به پا خیزاند، اگر همون را اگر همچون مثال تحکورسی و علمی و اصلا تاریخی می داشت، امروز حکومت همون ملت ما به این اندازه غرق همین کشتی در همین بحر همین بحران ها غرق نمیشد. چون که یک نقطه ای که من میخواستم از همون برنامه استالینی که همون کشور اتحاد شوروی را بعد شکستش بعد جنگ دوم جهان چقدر مشکلات بزرگ اقتصادی دیده بودن، تلفات دیده بودن، اونا چند نقطه خیلی خیلی مهم رو پیش گرفته بودن که یکی از اونها چی بود؟ اگر صنعت سازی همه حکومت بود. حکومت ها یعنی برای برپا ساختن اقتصاد شکسته رفته ایران برای او حتما برای چیکار میکرد؟ حکومت به صنعت کنانی یعنی زواد و فابریکا را زیاد میکرد، چون که در اونجا مردم کار میکرد دیگه. اقتصاد کمر اقتصاد هر حکومت در کشور همون چی است؟ همون اقتصاد چی است؟ استحصالات چی است؟ زواد و فابریکای اونا دارن. و دیگه این که کلکتیو کنانی جامعه، حتی که همین هم کلکتیو کنانی چی معنا داره؟ درست است که کلخوز و سلخوز و چیزایی که تشکیل کرده بودن بالای همه امروز ببینن که حتی که همین نقطه هم نمیتونه در مدت 29 سال تطبیق کنه که امروز مجتمع ما کم از کم با هم نزدیک باشد، بلکه کوشش میکند که با کم کردن دیگر برنامه هایی که برنامه تنظیم و برنامه فرهنگی بیگانه دیگه اینو همش هدفشون، چون که مشکلات هیچ مردم نمیبینن، مردم آشکار اینا رو نمیبینن، اصلا اینا چیکار کرد؟ دارد مجتمع تاجیکستان از بین برده ایستاده است تا اینکه مردم به همدیگر نزدیک نیان از مشکلات همدیگر. ما یک چیزی هستم. خب صحبت بسیار صحبت های جالب، اما این صحبت های شما را باید در یک برنامه خاص گذاشته شود و یک بگم در اون این صحبت ها همش از الف تا یا را کرده شود.